کتابخانه قدیمی روضه حیدریه با انتقال به محل جدید خود در صحن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای یک رویداد تاریخی آماده می شود. شیخ عبدالصادق جابری رئیس مجتمع فکری و فرهنگی روضه حیدریه گفت کارکنان کتابخانه روضه حیدریه به توصیه دبیر کل آستان مطهر علوی برای بازگشایی این کتابخانه با شکل جدید در صحن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها آغاز به کار کردند تا آماده پذیرایی دانشجویان و پژوهشگران باشند. به افزود این مکان جدید برای کتابخانه روضه حیدریه اهمیت بسیار دارد و در یک محوطه وسیعی از صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در یک ساختمان بزرگ چند طبقه قرار گرفته است. جابر افزود این کتابخانه بزرگ با کتابخانه بین‌المللی قابل مقایسه است و اهمیت آن در کتابهای موجود متعدد از نظر تاریخ، فقه، اصول و پایان نامه های دانشگاهی است. این کتابخانه منابع انسانی و علمی را برای بسیاری از دانشجویان و طلاب علوم دینی فراهم می کند. کارکنان متخصص ما با سازماندهی و دقت برای عملیات انتقال به محل جدید تلاش می کنند. از سوی دیگر علی لفته کریم مدیر کتابخانه روضه حیدریه گفت با راهنمایی دبیر کل آستان مطهر علوی و رئیس مجتمع فکری و فرهنگی روضه حیدریه ما در فرایند انتقال به دقت و ساماندهی تمایل داریم. ما با همبستگی مضاعف در فرایند انتقال به مکان جدید تلاش می‌کنیم. این مکان جدید 1,000,000 جلد کتاب گنجایش دارد و ساختمان با استانداردهای جهانی به مساحت 17,000 متر مربع طراحی شده است. به ادامه داد این ساختمان متشکل از 5 طبقه است. هر طبقه با توجه به نیاز پژوهشگران دارای ویژگی‌های و مشخصات معین است. به طور مثال یک طبقه ویژه پژوهشگران و دانشجویان و طبقه دیگر ویژه بانوان است و یک طبقه دیگر ویژه کتابخانه و سالن تئاتر کودکان است. سایر بخش‌ها مربوط به پژوهشگران است. همچنین یک کتابخانه دیجیتالی نیز وجود دارد که ویژه پایان نامه‌های دیجیتالی دانشگاهی است. کتابخانه روضه حیدریه یکی از مهمترین کتابخانه‌های تاریخی در عتبات مقدس به خصوص عراق است که در سال 2005 میلادی افتتاح شد. در طول 17 سال کادر تخصصی نزدیک به 500,000 کتاب و پایان‌نامه دانشگاهی، مجلات و کتاب‌های قدیمی را جمع‌آوری کردند.